همیهنان عزیز، فیلمی رو که مشاهده می کنید از یک آیین مذهبی هستش که باورمندان به این مذهب، توجه بفرمایید، این عکس یا همون تمثال عورته، عورت پرست هستند. خواهش من از همیهنان ایرانی من، آنانی که شیعه هستند، به این مطلب هست که دقیقا توجه بفرمایند و تشابهاتی رو که در این آیین مذهبی و آیینی که برای امامان شیعه، اینها به اصطلاح بیزه های اون معبودشون هست و این هم که خود به اصطلاح اون معبود، تفاوت رو خواهش میکنم توجه بفرمایید. آیا واقعا تفاوتی وجود داره؟ این به علم گردانی شیعیان در سرزمین ما نزدیک نیست؟ وقتی که جوانان ما علم بر دوش میگذارند در خیابانهای ایران، و این به چه چیزی شبیه است؟ این تقدسی رو که شما مشاهده می‌فرمایید، که چگونه با افتخار این بانوان، شاید نمی‌دونم، آن طفل معروف باشه، ولی گرامیان، پرستش مخصوص خداست، هر کس را به آیینی. توجه بفرمایید که چگونه زنان، کودکان، مردان، پیرمردان در مقابل عورت، ذکر، یا خب معنی فارسیش رو میدونیم، این صفی که کشیدن به خاطر اینه که به اصطلاح یکی برن و ببوسن، این هم نظری هایی است که بهشون میدن، همون شل زرد ها و مسائل دیگه. بله هم میانم، آیین شیعه برآمده از این مردم در اصل ترک تبار نزدیک صحراهای مغولستان هست. بار دیگر این فیلم رو براتون میذارم، شاید عزیزانی درست توجه نکردن، بنگرید که چگونه این گزارشگر به اون به اصطلاح مراسم میره و مشاهده کنید و هم سنگیش رو با شیعیان و دین اسلام در ایران آریایی، در ایران یکتاپرست، در ایرانی که خدا را در خود می‌بیند و به انسان می‌گوید به خدا، به اندیشت، بهترین ها را بشنو، ببین، وانگه با عقل، با دیده خرد واکاوی کن و چه مرد و چه زن انتخاب کنید. این بیزه های نمیدونم تشابهش در اسلام به کی بدم، و این هم که احتمالا سر آقاست. میبینیم علمگردانی یا کتلگردانی، حتما همیهنان با این صحنه ها در ایران آشنا هستند. خوب توجه بفرمایید، اگر ما به پیشینگی بیاندیشیم، پیشینگی این دین بسیار کهن‌تر از دین اسلام و شیعیان است. بنگرید طفلان معصوم رو در بغل اینها. بله، پرستش مخصوص خداست، هر کس را به آیینی، بس توهین به دینی نیست، بس بیان واقعیت ها و نشان دادن واقعیت هاست. شیعه توسط ترک ها به سرزمین ما آمد و این هم برگرفته از فرهنگ همان ترک های مغولستان یا نژاد زرد است. هر آن کس دور گردد از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. ما باید به هویت خود، به فرهنگ خود، به باور خود، بدین آیین و روش انسانی خود برگردیم. مردمی که تاریخ ندارند، مردمی که هویت ندارند، به معنای واقعی
جایی برای ماندگاری در این کره خاکی هم ندارند، مثل خود میهن ما ایرانی که همکنون برای خود ایرانی ها یک دامگاه شده، یک قتلگاه شده، یک مصیبت کده شده و ایرانی ها دارن خانه خود، سرزمین خود رو به هر نحو ممکنی ترک میکنن. چرا؟ چون ما خود باخته شدیم، چون هویت خودمون رو، چون شرافت خودمون رو، چون فرهنگ خودمون رو به بیگانه آری دادیم و فرهنگ زشت و زننده و واقعا بی شخصیت این بیگانگان رو پاس داشتیم. پاینده باد ایران، پاینده باد خرد همه ایرانبانان راستین.